سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. خب من اصلم رو برداشت کردم و خواستم بهتون بگم که چیکار کنید بعد از برداشت عسل. خب من بعد از برداشت عسل میام اینجوری برای خودم که بگم الان بالاترین نرخ رشد جمعیتم بود و هست، چون زمانی عسل میتونیم برداشت بکنیم که بالاترین نرخ رشد رو داشته باشیم. توی بالاترین نرخ رشد ما بس بیشترین کلر هم توی کندو داریم. خب حالا میام بعد از اینکه برداشت عسل انجام دادم، میام شروع میکنم به اسید اکسالیک و داروی کنه‌ای که دارم. خب من تو منطقه خودمون من الان اسید اکسالیک دارم استفاده میکنم، جواب گرفتم، کنه موجودم کمتر شده. خب بذارید من این وری کنم ویدیو رو. ببینید اومدم ایده هم. خب اومدم یه داروی کنه یه درست کردم با استفاده از گلیسیرین و اسید اکسالیک و تا حالا هم خوب جواب گرفتم. و دستمال کاغذی که ازش استفاده کردم، دستمال کاغذی مرطوب برای بچه هاست چون هیچ وقت پاره نمیشه. بذارم ویدیو رو استوب کنم و یه نمونهشو بهتون نشون بدم. خب این یه نمونه است، اصلا پاره نمیشه، یعنی هر چقدر من اینو بیکشم پاره نمیشه، هیچ اصلا پارگی توش به وجود نمیاد. خب فقط یکم بو داره، این بوش رو میتونیم بذاریم تو آفتاب، اون بو از بین بره و بتونیم خوب اینو خوب توی اون مخلوطی که درست کردیم، اسید اکسالیک و گلیسرین، این ترکیباتش آموزشش رو من توی دیسکریپشن براتون میذارم و اونجا بتونید فرمولی که داره استفاده میکنم واسه گلیسرین و اسید اکسالیک اونجا بتونید ببینید و استفاده بکنید. حالا من اینو میام، اینا میتونیم چندین بار استفاده بکنیم و داخل کندوها بذاریم، ولی خب یه بار بذاریم بهتره و بهداشتی تر هم هستش، چون یه خورده الان بیماری ها توی لوک اروپایی خیلی زیاد شد. یکی از این کسایی که سابسکرایبای من هستن توی کانالم و برام پیام فرستاده بود، یه چند تا لارو مرده دیده بودم و توی اینستاگرام هم نگاه کردم، دیدم لوک اروپایی خیلی زیاد شده. من آموزشش هم گذاشتم توی اینجا، میتونید کلیک بکنید و بتونید اون لوک اروپایی که توی کندوتون هست کمتر بکنید و درمان بکنید اون لوک اروپایی رو. بریم ادامه ویدیو و این اسید اکسالیک که درست کردیم با به همراه گلیسرین بذاریم داخل کندو. بریم به ادامه ویدیو. خب این ترکیباتی که من درست کردمه، نه همه رو چسبوندم و خیلی سخت باز میشه، ولی خب میبینید که راحت باز شد و میتونیم استفاده کنیم داخل کندو. من یه دانشو باز کنم و بریم داخل کندو بذاریم. اگه میتونید دستکش هم حتما استفاده کنید، یکم دستا میسوزه از اسید اکسالیک استفاده میکنیم. خب من یه دانه باز کنم. خب دوستان این یه نمونهش باز شد و همین یه دونه بسته، میبریم میذاریم داخل کندو. بسه من یه دونه کندو رو باز کنم. بچه زنبون من رو نیش زد و الان ویدیو رو نگه داشته بودم. خب هر کافیه که من دستمال رو دیکم، زنبور داره عصبانیه، یه حتما یه استرسی داره. خب چون من دارم استرس به اینم ایجاد میکنم، بذار اینو پن کنم. به این صورت پن کردیم و میبینیم که زنبور روش میره و اینم داروی کنه‌ای که استفاده میکنم. بعد درشو میبندم
تا 5 هفته. سب کنید تو ظرفشو نداشتم. باز کنم. خب بچه ها دیدی که چجوری استفاده کردم و چی کار کردم با اسید اکسالیک و گلیسرین. 5 هفته میذارم داخل کندو میمونه، بعد دوباره میام شارژش میکنم، حالا برای زمستان گذرانی. مرسی که تا این لحظه با هم بودید و سعی میکنم ویدیو براتون بذارم. اگه سوالی دارید حتما حتما توی کامنت ها بنویسید، من همه رو سعی میکنم جواب بدم. تا الان که نزدیک 2 ساله دارم فعالیت میکنم تو یوتیوب، همه کامنت ها رو جواب دادم. مرسی که تا این لحظه با هم بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.